سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران در تشریح آخرین وضعیت زلزله بستک گفت عملیات امداد به پایان رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن قدمی افزوده است زلزله 5.5 ریشتری ساعت 6 صبح روز پنجشنبه در شهر بستک استان هرمزگان یک کشته و بیش از 21 نفر مجروح به جای گذاشته که حال 3 نفر از مصدومان مساعد نیست. به گفته آقای قدمی، عمده خسارات زلزله مربوط به شهر بستک و بافت فرسوده آن بوده و میزان خسارت بین 10% تا 50% برآورد شده است. معاون وزیر کشور همچنین از برآورد خسارت از سوی بنیاد مسکن برای اتخاذ تدابیر لازم جهت کمک به زلزله زدگان و بازسازی واحدهای تخریب شده خبر داد. یک روزنامه ترکیه خبر داد وزیر امور خارجه ایران روز شنبه 14 دی ماه راهی ترکیه خواهد شد تا با مقامات این کشور درباره مسائل منطقه بحث و گفتگو کند. روزنامه حریت چاپ استانبول خبر داده است آقای ظریف با مقامات ترکیه‌ای درباره مسائل سوریه، عراق و لبنان گفتگو خواهد کرد. روزنامه حریت نوشته انتظار می‌رود کنفرانس بین المللی ژنو 2 برای حل و فصل مسائل مربوط به سوریه محور اصلی گفتگوهای وزیر خارجه ایران در ترکیه باشد. وبسایت الف در واکنش به بکار بردن اصطلاح برد برد در مذاکرات هسته‌ای از سوی دولت نوشته است ما چیزی به عنوان بازی برد برد نداریم، به ویژه در عالم سیاست و حکومت، لذا خودمان و دیگران را فریب ندهیم. پیشتر مهدی کوچکزاده نماینده تندروی مجلس هم با انتقاد از این مذاکرات گفته بود مگر می شود یزید با امام حسین بر سر میز مذاکره بنشیند و برد برد مذاکره کند؟ به گفته یک نماینده مجلس به دلیل آنکه مذاکرات ژنو به نفع ایران پیش نرفته یک تیم ناظر بر مذاکرات هسته‌ای تشکیل شده که قرار است جز به جز سیاست‌های هسته‌ای را تعیین کند و اجرای تصمیمات این تیم الزامی است. به دنبال حصول توافقنامه موقت ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 انتقادات محافظه‌کاران از دولت روحانی و محمد جواد ظریف بالا گرفت. محافظه‌کاران دولت روحانی را به عقب نشینی در برابر غرب متهم کردند. در این خصوص چندی قبل محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران گفت آنچه ایران در مذاکرات ژنو داده حد اکثری و آنچه به دست آورده حد اقلی بوده است. محمد اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی از تشکیل یک تیم ناظر بر مذاکره کنندگان هسته‌ای خبر داده که جز به جز مسائل را برای تیم مذاکره کننده تعیین می‌کند. به گفته وی تشکیل این تیم به این دلیل بوده است که مذاکرات ژنو در مرحله اول آنطور که باید و شاید به نفع ما پیش نرفت. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس این تیم را متشکل از رؤسای سه قوه و مسئولان ارشد کشوری خوانده و اضافه کرده است قرار است از این به بعد چارچوب‌ها و سیاست‌ها در این شورا تعیین شود و تیم مذاکره کننده نیز ملزم به اجرای این تصمیمات و مذاکره در این چارچوب است. به گفته این نماینده مجلس جلسات این تیم در حال برگزاری است و تصمیماتی نیز در مورد موضوع هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای گرفته شده است. با تغییر دولت در ایران از اواسط تابستان سال جاری مسئولیت مذاکرات هسته‌ای نیز به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه محول شد. در حالی که تا پیش از آن به مدت 7 سال سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده آقای خامنه‌ای این مذاکرات را هدایت می‌کرد. در واکنش به گفته‌های محمد اسماعیل کوثری در مورد تشکیل تیم ناظر بر مذاکره کنندگان هسته‌ای، منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرده است که موضوع تشکیل این تیم اصلاً در صحن کمیسیون مطرح نشده و هیچ ربطی به هیئت رئیسه نداشته است. این نماینده مجلس گفت نمی‌دانم این پیشنهاد بر چه اساسی مطرح شده است و از منظر حقوقی انجام این تصمیم چه حکمی دارد. آقای کوثری ساعتی بعد در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران تأکید کرد که این تصمیم گیری نه در مجلس که توسط مسئولان رده بالای کشور صورت گرفته اما حاضر نشد در مورد هویت این مسئولان توضیح بیشتری دهد. تشکیل گروه ناظر بر روند مذاکره در حالی است که آقای روحانی پیش از این تأکید کرده بود که برای دستیابی به توافق با قدرت‌های جهانی از اختیارات کامل برخوردار است.
نمایندگان ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 روز 24 نوامبر برابر با 3 آذر پس از چند دور مذاکره بر سر طرحی 6 ماهه موسوم به برنامه اقدام مشترک به توافق رسیدند. بر اساس این توافقنامه قرار شد جمهوری اسلامی برنامه‌های هسته‌ای خود را محدود و امکان بازرسی گسترده‌تر را فراهم کند و طرف مقابل نیز ضمن خودداری از وضع تحریم‌های جدید برخی تحریم‌های مالی را کاهش دهد. انتظار این است که در دوره 6 ماهه اقدامات لازم برای رفع نگرانی گروه 5 علاوه 1 در مورد ماهیت برنامه اتمی جمهوری اسلامی صورت گیرد و همچنین روند لغو کامل تحریم‌های بین‌المللی و یک جانبه علیه ایران به جریان افتد. خبرگزاری تسنیم اسامی 25 حزب و گروه دعوت شده به اولین نشست هماندیشی احزاب در وزارت کشور را منتشر کرد. بر اساس این خبر و در میان این اسامی نام حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی دیده نمی شود. روز گذشته رحمانی فضلی وزیر کشور با اشاره به نشست هماندیشی احزاب که قرار است روز شنبه 14 دی ماه برگزار شود گفته بود بنای ما حمایت از همه احزاب و تقویت آنهاست. علی یونسی در جزیره قشم در پاسخ به درخواست روحانیون اهل سنت قشم در خصوص انتصاب اقلیت‌ها در پست‌های ملی گفت من به سهم خود پیگیر این مسئله هستم و همه باید تلاش کنیم موانع پیشی رو را در این خصوص برداریم، ولی به طور قطع مطمئن هستم مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و مسئولان رد بالای نظام در این خصوص با ما هم صدا و هم سو هستند. یونسی افزوده است کسانی که تندروی و اختلاف افکنی می کنند فاقد روحیه اسلامی و ایرانی هستند. اما واکنش ها و اظهارات برخی مقامات در محکومیت حامیان جنبش سبز و ادامه حصر موسوی، کروبی و رهنورد ادامه دارد. در این خصوص عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما از شبکه های ماهواره‌ای به عنوان اتاق جنگ برای تخریب ایران نام برده و گفته این شبکه ها مردم را تشویق به حضور در خیابان ها می کردن. در همین رابطه صادق زیبا کلام هم در نامه سرگشاده به حسن روحانی از سخنان او درباره نه دی انتقاد کرد. در امتداد مواضع محافظه‌کاران و پس از آنکه مهدی طائب گفت که در سال 1388 معترضان ایستگاه آبجوی صلواتی زده بودند، عزت الله زرقامی هم از آموزش بمب اتم توسط ماهواره‌های فارسی زبان خبر داد. عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما به طور مشخص از بی بی سی و صدای آمریکا به عنوان دو شبکه‌ای نام برده که در جریان وقایع سال 88 مردم را به حضور در خیابان‌ها تشویق می‌کردند. رئیس سازمان صدا و سیما در بخش دیگری از سخنان خود هم گفت که جمهوری اسلامی زندانی سیاسی ندارد و کسانی که در زندان با این عنوان هستند مجرمان امنیتی هستند. نظام باید با سران فتنه برخورد جدی کند. وی گفت ملت ایران در نه دی مواضع خود را اعلام کرده و تابع محض ولایت فقیه هستند. در اظهاراتی مشابه حیدر مستحی وزیر سابق اطلاعات در دولت دهم نیز اعتراضات سال 1388 را تلاش برای کودتای بین المللی در ایران دانست و مدعی شد که تمامی قدرت‌های آشکار و پنهان جهان در این تلاش برای براندازی دخیل بودند. وزیر سابق اطلاعات اضافه کرد برای آشوب سال 88 تمامی منابع مالی دولت‌های مخالف حاشیه خلیج فارس به همراه کشورهای اروپایی و آمریکایی بسیج شدند. مصلحی همچنین تأکید کرد که همان عوامل و کشورها حالا در سوریه بسیج شدند تا حکومت بشار اسد را سرنگون سازند. در همین حال صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که یکی از حامیان کمپین انتخاباتی حسن روحانی نیز بود در نامه سرگشاده به رئیس جمهور از سخنرانی او در مراسم نه دی انتقاد کرد و سوالاتی را مطرح ساخت. آقای زیبا کلام در نامه خود نوشت اظهارات حسن روحانی درباره نه دی هر چقدر برای اصولگرایان دلنواز و دلخواه بود بسیاری از افرادی را که به روحانی رأی دادند را دلسرد کرد. آقای زیبا کلام در نامه خود نوشت اصولگرایان که همه تریبون‌های رسمی کشور را در اختیار دارند 4.5 سال است که شبانه روز هر اتهام و جرم و تهمت و افترایی را که متصور بودند به معترضان انتخابات سال 88 نسبت دادند. خودشان بریدند، خودشان دوختند. دریغ از آن که یک بار هم به معترضان اجازه بدهند روایت خود را بازگو کنند.
زیبا کلام حسن روحانی را خطاب قرار داده و از او خواسته تا به عنوان یک حقوقدان نظرش را درباره 3 سال حصر غیرقانونی زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی بگوید. او از روحانی که در صحبت‌های انتخاباتی خود بر حقوقدان بودنش تاکید داشت پرسید مفسد و محارب و یاغی و دیگر اتهاماتی که به سهلی نوشیدن آب به آنها نسبت داده شد نزد کدام مرجع صالح و بی‌طرف به اثبات رسیده است. وی در این نامه تاکید کرده که ناگزیری روحانی از همنوازی با سمفونی فتنه در سالگرد 9 دی ماه قابل درک است، اما از او انتظار می‌رود که از و اراده ای را که به نظر می‌رسید برای پیگیری وضعیت آزادی زندانیان سیاسی دارد دنبال کند. او در انتهای نامه خود هم از رئیس جمهور پرسید به نظر شما اگر مردم این طوفان تبلیغاتی 4 سال علیه فتنه و فتنه‌گران را باور کرده بودند، 7 ماه قبل سعید جلیلی 4 میلیون و حسن روحانی 19 میلیون رأی می آورد. حسن روحانی در اظهاراتی به مناسبت 9 دی گفته بود که وقتی مردم احساس کردند به ارزش‌های دینی آنها توهین و بیگانگان خیال دخالت در حوزه‌های اعتقادی آنها را دارند، با حضورشان به بیگانگان پاسخ درخوری دادند. در انفجار یک کامیون حامل بم در شمال بغداد دست کم 12 تن کشته شدند. این انفجار که در یک محله تجاری رخ داد بیش از 31 زخمی بر جای گذاشت. در انفجار دیگر در منطقه شعب بغداد بمبی که به یک مینیبوس متصل شده بود منفجر شد که 4 تن را کشت و 6 نفر دیگر را زخمی کرد. در شهر موسل نیز بمبگذاری در ایستگاه بازرسی 3 سرباز را کشت و 5 زخمی بر جای گذاشت. در همین راستا سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اعلام کرد عراق در سال 2013 شدیدترین خشونت‌های 5 سال گذشته را تجربه کرده است و در این سال نزدیک به 8900 عراقی کشته شدند. قرارداد نفتی میان اقلیم خودمختار کردستان عراق و کشور ترکیه به مرحله اجرایی رسیده است. قراردادی که با مخالفت شدید دولت مرکزی عراق روبرو شد، اکنون فاز اجرایی خط لوله نفتی آن برای صدور به بازار جهانی از طریق ترکیه به مرحله بهره برداری رسیده، اما دولت ترکیه میگوید تا پیش از توافق دولت مرکزی عراق اقدامی برای صدور نفت اقلیم کردستان انجام نخواهد داد. مایستان بختیاری خبرنگار ایران فردا از ترکیه و جزئیات بیشتر. آقای مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق 2 ماه پیش سفری رو به ترکیه داشتند که این سفر زمینه ساز 2 توافق مهم اقتصادی بود. توافق نخست در زمینه موضوع اختلاف میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان بر سر تقسیم درآمدهای حاصل از نفت بود که همون موقع دولت ترکیه توافق کرد که واسطه قرار بگیره و این درآمدها در یک بانک در ترکیه به صورت امانت گذاشته بشن تا پس از رفع اختلافات به نسبه میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق تقسیم بشه. اما توافق و قرارداد دوم که یک قرارداد بسیار مهم بود، قرارداد چند میلیارد دلاری در زمینه کشف و استخراج نفت و گاز در اقلیم کردستان، قراردادی که به شدت مقامات دولت مرکزی عراق رو عصبانی کرد، چرا که اعتقاد داشتن اقدام یک جانبه اقلیم کردستان در زمینه صادرات نفت به نوعی دور زدن حکومت مرکزی عراق است و این قرارداد ناقض حاکمیت ملی عراق هستش. البته مقامات ترکیه بسیار تلاش کردند که در واقع نظر مساعد مقامات عراقی رو به دست بیارن، از جمله آقای تانر ایلدیز وزیر انرژی ترکیه که حتی سفری رو به بغداد داشت، اما تا به الان نتیجه مشخص این مذاکرات در پی نداشته. اما با این همه حال روز پنجشنبه دولت ترکیه به صورت رسمی اعلام کرد که خط لوله صادرات نفت اقلیم کردستان به اروپا تا مدیترانه کار اجرایی اون انجام شده و آماده بهره برداری هستش، منتها دولت ترکیه اقدام به صدور نفت نخواهد کرد تا توافق نهایی رو با دولت مرکزی عراق به دست بیاره. البته خود آقای ایلدیز بسیار خوشبین هست این توافق در کوتاه مدت، توافقی که به گفته ایشون یک توافق 3 جانبه میان دولت مرکزی عراق، اقلیم کردستان و دولت ترکیه خواهد بود به دست بیاد. البته فعلا صادرات نفت اقلیم کردستان به ترکیه رقم چشمگیری نیست، روزانه 150 هزار بشکه هستش که البته قرار هست تا پایان سال 2014 میلادی به رقمی بالغ بر 450 هزار بشکه در روز هم برسه. همینطور قرار هست که اولین محموله گاز صادراتی اقلیم کردستان در اوایل سال 2016 از طریق ترکیه به بازارهای جهانی عرضه بشه، سالیانه رقمی بالغ بر 10 میلیارد متر مکعب در واقع
صادرات گاز خواهد داشت اقلیم کردستان. اما نکته‌ای که در اینجا باید توضیح بدیم این هستش که این میزان صادرات نفت و گاز به ترکیه از طریق اقلیم کردستان در واقع 50% اون بر اساس این توافق به مصارف داخلی ترکیه میرسه، مازاد اون 50% بقیه قرار هست که از طریق ترکیه در واقع در اختیار بازارهای جهانی برای فروش قرار بگیره. یک منبع قضایی مصری اعلام کرد که محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده و 130 نفر از رهبران اخوان المسلمین در پرونده فرار از زندان 28 ژانویه برگزار می شود. در میان متهمان پرونده حمله به زندان ها محمد بدی رهبر سابق اخوان المسلمین، محمود عزت و رشاد البیومی دو معاون بدی و محمد سعد کتاتنی شاخه سیاسی اخوان المسلمین دیده می شوند. در همین حال مرسی پیشتر به اتهام ارتباط با سازمان های خارجی و رد و بدل کردن اطلاعات با این سازمان ها محاکمه شده بود. رسانه های عربی از کشته شدن دو نفر در درگیری طرفداران اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی مصر در اسکندریه خبر دادند. به گفته رئیس پلیس اسکندریه در این درگیری طرفداران محمد مرسی با شلیک گلوله و پرتاب سنگ به سوی نیروهای امنیتی باعث کشته شدن دو نفر و زخمی شدن شماری دیگر شدند. از سوی دیگر وزارت کشور مصر در بیانیه ای اعلام کرد حدود 200 نفر از طرفداران اخوان المسلمین در دو مسیر جداگانه در نزدیکی دو پایگاه پلیس شهر اسکندریه اقدام به آتش زدن برخی از مغازه‌ها و همچنین تیراندازی به سوی نیروهای پلیس کردند. پیشتر دولت مصر با صدور قانونی گروه اخوان المسلمین را گروه تروریستی خوانده بود. همچنین این قانون هر گونه تجمع و تظاهرات بدون صدور مجوز از سوی وزارت کشور را نیز جرم تلقی می‌کند. شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف لبنانی روز پنجشنبه به انفجار بیروت واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. در آخرین انفجار از موج حملات تروریستی اخیر در لبنان دست کم 5 تن در محله شیعه نشین کشته شدند. انفجار در نزدیکی دفتر حزب الله رخ داد. حمله‌های تروریستی در لبنان در ماه‌های اخیر بسیار افزایش یافته است. در انفجار هفته گذشته محمد شطح وزیر اقتصاد پیشین لبنان در کابینه سعد حریری و 6 تن دیگر ترور شدند. انفجار روز پنج شنبه در جنوب بیروت به کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن دست کم 80 نفر منجر شد. منابع امنیتی و وزارت کشور لبنان گفتند که به احتمال زیاد یک فرد انتحاری عامل این انفجار بوده است. این بمب در منطقه تحت کنترل حزب الله منفجر شد. به گزارش رسانه‌های لبنان، حزب الله لبنان در بیانیه‌ای با محکوم کردن انفجار تأکید کرد که در این حادثه هیچ یک از اعضایش هدف قرار نگرفتند. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان در بیانیه‌ای گفت دست تروریستی که به منطقه حومه جنوبی بیروت حمله کرده است، همان دستی است که در دیگر مناطق لبنان دست به جرم و جنایت می‌زند. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد شهروندان بیگناه در حومه جنوبی بیروت قربانی جنایت‌های تروریستی شدند که از ماه‌ها پیش آنها را هدف قرار داده است. آنها در عین حال قربانی جنگ‌های خارجی به ویژه جنگ سوریه هستند که لبنانی‌ها به ویژه فرزندان حومه جنوبی بیروت هیچ سودی برای مشارکت در آن یا توجیه آن ندارند. گروه عمل هم با محکوم کردن انفجار تروریستی زاهیه هدف از این انفجارها را از میان بردن امنیت و ثبات لبنان و همچنین زندگی مسالمت‌آمیز مردم لبنان با همه گرایش‌های دینی و سیاسی خود توصیف کرده است. در ماه‌های اخیر این سومین انفجاری است که در منطقه جنوبی بیروت روی می‌دهد. آخرین انفجارها در این منطقه انتحاری بود که سفارت جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داد و در آن رایزن فرهنگی ایران کشته شد. رسانه‌های لبنان در روزهای اخیر از دستگیری ماجد الماجد رهبر گروه عبدالله عزام خبر دادند. این گروه نزدیک به القاعده است که مسئولیت انفجار در نزدیکی سفارت ایران را بر عهده گرفت. رسانه‌های لبنان می‌نویسند که ماجد الماجد رهبر گروه تروریستی عبدالله عزام اهل عربستان سعودی است. ایران عربستان را متهم کرد که پشت این حمله به سفارتش در بیروت بوده است. سفیر عربستان سعودی در بیروت این اتهام ایران را رد کرده و ماجد الماجد را به عنوان تروریستی معرفی کرده است که قبل از حمله به سفارت ایران به کشور و ملت خود حمله کرده است.
علی عواد الاسیری سفیر عربستان در لبنان به روزنامه الحیات گفت عربستان مدت ها قبل از حمله گروه تحت رهبری او به سفارت ایران نیز به دنبال بازداشت این تروریست بوده است. سفیر عربستان گفت منتظر نتایج آزمایش DNA هستند که ثابت کند فرد بازداشت شده خود ماجد الماجد است و تأکید کرد که عربستان از بازداشت این فرد بسیار خوشنود می شود. ناامنی ها در لبنان در نتیجه جنگ های داخلی سوریه رو به افزایش است. صحنه سیاسی در لبنان شاهد شکاف میان حزب الله لبنان و گروه های همپیمانش از یک سو و گروه 14 مارس که آن را ائتلاف گروه ها و نیروهای منعقد حزب الله تشکیل می دهند از سوی دیگر است. حزب الله و همپیمانانش حامیان نظام بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و گروه 14 مارس از مخالفان او حمایت می کند. نیروهای حزب الله در جنگ های داخلی سوریه حضور دارد و در جنگ علیه مخالفان بشار اسد شرکت می کنند. منتقدان حزب الله حضور نیروهای این حزب در سوریه را عامل کشانده شدن نارامی ها به لبنان می دانند. رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی گفت برای برخی مدیران سابق این سازمان که اواخر سال 90 منصوب شدند از سال 86 تا 92 پاداش نوشتند. علیرضا محجوب در میزگرد بررسی علل تخلفات مالی در سازمان تامین اجتماعی گفت صورت حساب‌ها و برخی اسناد را همین اواخر درست کردند ولی برخی پاداش‌ها اصلا معنی ندارد. وی گفته است من جلوی پرداخت این مبالغ را گرفتم ولی این موارد نشان می‌دهد فساد در این سازمان دامنه‌دار بوده زیرا فساد و قانون‌گریزی بستر مناسبی پیدا کرده بود. محجوب همچنین گفته است در این سازمان از کارمندان معمولی تا مدیران ارشد قانون را دور می‌زدند و حقوق مردم را نادیده می‌گرفتند و این شرایط باعث فراگیر شدن فساد مالی شده بود. محمد دیمه‌ور معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ایران از شناسایی 40,000 دانش آموز ترک تحصیلی در این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر دیمه‌ور در این خصوص گفته است از این تعداد 33,000 نفر در پایه ششم ابتدایی ترک تحصیل کردند. و همچنین گفته است برای شناسایی بیسوادان و حذف بیسوادی در کشور طرح انسداد بیسوادی در کشور اجرایی می شود. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفته است در این طرح تمامی دانش آموزانی که به هر دلیلی از تحصیل بازماندند شناسایی و به مراکز آموزشی معرفی می شوند. یک شهروند تهرانی به دلیل ارسال پیامک درخواست رفع حصر به عده‌ای از نمایندگان از جمله غلامعلی حداد عادل بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری کلمه محمد متاجی که خواستار رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی است 3 ماه پیش پیامکی را با این عنوان به نماینده های مجلس فرستاده بود که روز 3 دی ماه بازداشت شد و پس از 5 روز بازجویی در پلیس امنیت به بند 350 زندان اوین اعزام شد. پیش از بازداشت وی تحت این عنوان که به وسیله خودروی شخصی پدرش سرقتی صورت گرفته به اداره اماکن پلیس احضار شده بود که پس از مراجعه بازداشت و اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم شد. علیرضا پناهیان عضو قرارگاه عمار اعلام کرد اعدام هزاران نفر در سال 67 با اجازه آیت الله خمینی و حکم قوه قضاییه به اجرا گذاشته شده است. هزاران نفر از زندانیان سیاسی در ایران در تابستان 67 در حالی که مشغول گذراندن دوران محکومیت خود بودند با رأی یک هیئت 3 نفره دوباره محاکمه و اعدام شدند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد شماره این اعدام شدگان را 1879 نفر اعلام کرده است. آیت الله منتظری این رقم را در خاطرات خود 2800 یا 3800 نفر عنوان کرده است و گروه های مخالف جمهوری اسلامی نیز فهرستی از نامهای 4481 نفر از اعلام شدگان را منتشر کردند. علیرضا پناهیان عضو قرارگاه عمار اعلام کرد اعدام هزاران نفر در سال 1367 دستور اسلام بود که با اجازه روح الله خمینی و حکم قوه قضاییه به اجرا گذاشته شد. به گزارش سایت رسمی سپاه تهران آقای پناهیان این مطلب را در جمع هیئت‌های مذهبی شمال غرب تهران بیان کرده است. وی گفته وقتی امام اجازه داد دستگیر شدگان با حکم قوه قضاییه اعدام شوند حسین علی منتظری نتوانست اقتدار امام در اجرای دستورات اسلام را درک کند و از امام برید.
در تابستان 1367 بر اساس گزارش ها هزاران زندانی سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی اعدام شدند که تاکنون از آمار دقیق این قربانیان اطلاعی در دست نیست. اتهام این زندانیان به طور کلی همکاری با سازمان های مخالف جمهوری اسلامی، به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف های مختلف گروه های چپ و کمونیست اعلام شده بود. حسین علی منتظری یکی از معدود مقام های وقت جمهوری اسلامی است که در خاطرات خود به این اعدام ها اشاره و با آن مخالفت کرده است. پناهیان با اشاره به همین موضوع گفته آقای منتظری فاقد عدالت لازم برای مرجعیت بود. وی افسود امام در زمان حیاتش می‌خواستند با آقای منتظری محکم‌تر برخورد کنند. مرحوم مشکینی و دیگران وساطت کردند و امام به آنها گفت بعداً پشیمان می‌شوید. این روحانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اختلاف خمینی و منتظری گفت ولی هنوز عده‌ای از سران سیاسی مملکت با افتخار خودشان را مقلد آقای منتظری می‌دانند. بعد از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق، اعدام‌های گسترده‌ای در زندان‌های ایران صورت گرفت و طی آن ظرف چند هفته هزاران نفر که بسیاری از آنها حتی دوران محکومیتشان سپری شده بود و قاعدتاً می‌باید آزاد می‌شدند، به جوخه مرگ سپرده شدند. شدت و وسعت این کشتار به حدی بود که آیت الله منتظری در نامه شدید و لحنی با آیت الله خمینی به آن اعتراض کرد و شخص او را مسئول دانست. نامه‌ای که منجر به عزل آیت الله منتظری از مقام جانشینی آیت الله خمینی شد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان پس از دیدار با چند سناتور آمریکایی درباره آزادی 88 زندانی دستور بازنگری صادر کرد. این 88 زندانی که به اتهام‌های تروریستی در زندان باگرام نگهداری می‌شوند، بخشی از 650 نفری هستند که قرار است از سوی دولت افغانستان آزاد شوند. دولت افغانستان که تلاش می‌کند برای برقراری آرامش و ثبات با گروه طالبان وارد مذاکرات صلح شود، قصد دارد با آزادی این زندانیان رهبران طالبان را به مذاکره جلب کند. سناتور جان مکین و سناتور لینزی گراهام که همراه چند سناتور دیگر به افغانستان سفر کردند، در این مورد نگرانی هایی دارند. سناتور گراهام با آزادی 88 زندانی افغان مخالفت کرد و آزادی آنها را آسیب جبران ناپذیری به روابط دو کشور خواند. یکی از مسئولان بلند پایه اطلاعاتی یمن در جنوب این کشور توسط افراد مسلح ترور شد. به گزارش رویترز، یک مسئول یمنی گفت افراد مسلح که سوار بر خودروی بودند، المقبلی را در خودرویش به گلوله بستند و در جا وی را کشتند و از محل حادثه گریختند. بنابراین گزارش، طی 3 سال گذشته بیش از 90 مسئول امنیتی و اطلاعاتی یمن توسط افراد مسلح تندرو کشته شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا وارد اسرائیل شد. جان کری در این 10 سفرش به منطقه ظرف 1 سال گذشته با مقامات اسرائیلی و فلسطینی دیدار و گفتگو می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هدف وزیر امور خارجه آمریکا از این سفر پایه‌ریزی توافقنامه است که در چارچوب آن مهمترین مسائل معوق بین اسرائیل و فلسطینی ها مورد مذاکره قرار گیرد و راه را برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی باز کند. این در حالی است که بر سر مسائلی چون تعیین خطوط مرزی، آوارگان، وضعیت بیت المقدس و مسائل امنیتی همچنان اختلافات عمیقی میان دو طرف وجود دارد. شبه نظامیان الشباب مسئولیت انفجارها در نزدیکی یکی از هتل‌های موگادیشو را بر عهده گرفتند. به گزارش رویترز، الشباب اعلام کرد طی 3 انفجار در نزدیکی هتلی در موگادیشو، مقام‌های اطلاعاتی سومالی که در این هتل نشست داشتند را هدف قرار داده است. این انفجارها در اثر بمبی رخ داد که در یک خودرو کار گذاشته شده بود و در حالی منفجر شد که نیروهای ارتش در حال تفتیش خودرو بودند. پلیس سومالی نیز اعلام کرد که یکی از انفجارها حمله انتحاری بوده است. منابع محلی از افزایش تلفات انفجارهای موگادیشو به 11 کشته و 17 زخمی خبر دادند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی، در یک نشست خبری از مهار تورم در ایران خبر داد و گفت در شرایط تحریم نباید فضایی ایجاد شود که عده‌ای در صدد برایند منافع شخصیشان را دنبال کنند. این اظهارات 4 روز پس از
پس از آن بیان شد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواست اقدامات لازم را برای شناسایی و مجازات کسانی که با استفاده از تحریم‌ها به کسب درآمدهای غیر موجه پرداختند انجام دهد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی از مهار تورم در ایران خبر داد و گفت این روند از 2 ماه پیش آغاز شده است. به تاکید کرده است که تورم در حال کاهش است، اما این ارقام به منزله کاهش قیمت ها نیست بلکه در حال تغییر است. آقای نوبخت در نشست خبری خود توضیح داد نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه 1% کاهش پیدا کرده و تورم 12 ماه هم 4% تقلیل یافته و تورم مهار شده است. به با اشاره به اعداد و ارقامی که در مرکز آمار ایران منتشر شده گفته است انتظار داریم تا پایان سال جاری نرخ تورم کمتر شود. بانک مرکزی ایران پیش از این نرخ تورم در کشور در 12 ماه منتهی به آبان ماه را نسبت به مدت مشابه سال قبل 40% اعلام کرده بود. پیش از آن نیز نرخ تورم برای مهر ماه سال جاری 40.4% اعلام شده بود. در 7 ماهه اول سال جاری نرخ تورم همواره روند صعودی داشته و از 32.3% در فروردین ماه به 40.4% از شهریور ماه رسیده بود. اما از ماه مهر روند افزایش نرخ تورم مهار شده است. حسن روحانی استقراض و تزریق بی‌رویه پول به اقتصاد از سوی دولت احمدی نژاد را عامل تورم شدید در ایران و در این حال رکود اقتصادی عنوان کرده است. آقای نوبخت در ادامه نشست خبری خود به موضوع سوء استفاده از تحریم ها پرداخت و در این خصوص گفت در شرایط تحریم نباید فضای ایجاد شود که عده‌ای در صدد برآیند که منافع شخصیشان را دنبال کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوبخت به سوال خبرنگاری که پرسیده آیا گزارش خاصی از راندخاری و ویژه‌خواری به رئیس جمهور رسیده بود که رئیس جمهور چنین دستوری را داد، پاسخ صریحی نداد. می در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ارتباط دستگیری بابک زنجانی با دستور اخیر آقای روحانی به ذکر این پاسخ بسنده کرد که این دستگیری مرتبط با قوه قضایی است. به همچنین از تایید یا تکذیب ارتباط این دستگیری با وقایع اخیر ترکیه خودداری کرد. بابک زنجانی، تاجر خبرساز ایرانی که به کسب منافع غیرقانونی در جریان اقدامات خود برای دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی متهم است، روز دوشنبه توسط دادگستری تهران دستگیر شد. آقای زنجانی اخیراً به ارتباط با یک شبکه پولشویی و فساد مالی در ترکیه متهم شده که شماری از فرزندان مقام‌های ارشد دولتی این کشور نیز درگیر آن هستند. گزارشی داریم از محمد رضا شاهید درباره سفر اخیر وزیر دفاع فرانسه به تعدادی از کشورهای آفریقایی که دعوت می‌کنم با آن توجه فرمایید. صبح امروز آقای لودریان به سفر چند روزه خودش به چند کشور آفریقایی پایان داد. در واقع آقای لودریان در ابتدا برای جشنهای سال نو مسیحی در پایگاه بووالی، جایی که 1600 نظامی فرانسوی حاضر هستند، شرکت کرد در کنار نظامیان و سپس به چند کشور افریقایی سفر کرد. او در ابتدای سفرش گفت که همطور که میبینید بعد از 1 ماه حضور ما در افریقای مرکزی پایاندهی به خشونتها و اختلافات و نسل کشی بود و بعد در مراحل دیگر اضافه کرد که ما هرگز به استمداد طلبی مردم افریقا پشت نکردیم، مسئولیت های خودمون رو در افریقا فراموش نگفتیم و از همه مهمتر امنیت رو که هرگاه در بخشی از افریقا غایب بشود سراسر افریقا رو فرا میگیرد پایان دادیم. آقای لودیان همچنین گفت که ما خوشحالیم به توصیه برخی از نظامیان که میگفتند که به افریقا نروید گوش نکردیم و نتیجه کار بسیار رضایت بخش است. پزشکان بدون مرز که در مناطق مختلف افریقایی از جمله در افریقای مرکزی حاضرند شدت وحشت مردم رو در این میبینند که تنها در یکی از کمپ‌های پناهندگی در نزدیک فرودگاه 100,000 نفر در آنجا پناهنده شدند. همطور که میدونید در سودان جنوبی هم آشوب‌هایی آغاز شد، حدود 40 نفر در 24 ساعت گذشته کشته شدند، اما خوشبختانه عده‌ای از سران قبیله‌ها امروز به آدیس آبابا رفتند تا مذاکرات سازش و صلح رو با یکدیگر دنبال کنند. از دیگر خبرهایی که در مورد افریقا میتونم خدمتتون گفته باشم این که رئیس پیشین سرویس‌های امنیتی رواندا
جسدش رو امروز در جوهانسبورگ پیدا کردند. افریقا در مراحل مختلف و در موضوعات مختلف متاسفانه در این روزها همچنان خبرساز است، اگرچه آینده روشنتری رو از قول آقای وزیر دفاع فرانسه می شود پیش بینی کرد. پاریس، تلویزیون ایران فردا. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از واگذاری بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی در بودجه 93 خبر داد. حسین علی شهریاری گفت دولت تسهیلات لازم جهت واگذاری زمین و بیمارستان‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی خواهد داد و بخش خصوصی نیز ظرف 20 سال تعهد خواهد داد تا در چارچوب مصوبات دولتی تعرفه گذاری کند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین از کسری 80 هزار میلیارد ریالی بودجه سلامت و درمان در بودجه 93 خبر داد و گفت علی‌رغم این کسری دولت تلاش کرده تا منابع سلامت را در بودجه 93 افزایش دهد و ما هم در تلاشیم تا این کسری بودجه را از طریق مجلس و کمیسیون تلفیق کمتر کنیم. سازمان هواشناسی ایران اعلام کرده است که از امروز جمعه حداقل دمای 24 استان کشور به زیر صفر می رود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد وظیفه، مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران از ادامه بارش ها تا هفته آینده خبر داد و گفت از روز جمعه 13 دی ماه استانهای چهارمحال و بختیاری با منفی 14 درجه، زنجان با منفی 10 درجه، آذربایجان غربی و شرقی و کهگیلویه و بویراحمد با منفی 9 درجه و اردبیل با منفی 7 درجه سردترین استانهای کشور خواهند بود و هوای استان تهران نیز به حداقل منفی 4 درجه خواهد رسید. سرما در حالی شمار بالایی از استانهای ایران را فرا گرفته است که مسئولان در ایران از کمبود گاز خبر دادند. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران 11 دی ماه از افزایش گاز مصرفی خانگی خبر داد و افزود به همین دلیل گاز جایگاه‌های CNG قطع شده است. یک هیئت پارلمانی ایتالیا امروز جمعه به ایران سفر کرد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم خبر داد یک هیئت پارلمانی ایتالیا به ریاست سناتور فرناندو کازینی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای این کشور عازم ایران شد. سفر این هیئت به دعوت علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و به دنبال سفر اخیر وزیر خارجه ایتالیا به ایران انجام می‌گیرد. در پی توافقنامه ژنو هیئتی نیز از پارلمان اروپا از ایران دیدن کرد و قرار است یک هیئت پارلمانی بریتانیا نیز هفته آینده به ایران سفر کند. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران از تشکیل کمیته‌ای برای تسهیل صدور ویزا برای گردشگران خارجی خبر داد. محمد علی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران چند قبل هم به نشریه گاردین گفته بود که دولت حسن روحانی قصد دارد با بازنگری در قوانین ویزا شرایط را برای ورود گردشگران خارجی به کشور تسهیل کند تا جایی که بسیاری از آنها نیازی به دریافت ویزا نداشته باشند. به پایان این مجموعه خبری میرسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. از طرف خودم و تحریریه خبر شب و روز خوبی را برایتان آرزو میکنم. خدا نگهدار.